واکنش فرخنده زهرا نادری و دیدار حنیف اطمر با پدرش. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمد به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. واکنش فرخنده زهرا نادری به دیدار حنیف اطمر با پدرش. لازم نیست که در یک راه پرخم و پیچ و مبارزه نفسگیری که تا این دم در درون هر سکوتش روزانه میلیون انفجار و انواع فشار از هر زاویه وجود داشته، به خاطر یک قطعه عکس تزلزل در مبارزه ام را پذیرفت. اما به دلیل اینکه من بی‌ثبات در اوضاع سیاسی کشور را با پیچیدگی اوضاع درک می نمایم، بناهن خود را به مردم پاسخگو دانسته، نکات چند در مورد دیدار دیروز جناب اطمر صاحب با جناب آقا صاحب می نویسم. من دیروز شخصا از آمدن اطمر صاحب در جریان نبودم و هیچ ضرورت به جریان بودنم را در این راستا ادعا ندارم، چون دروازه خانه جناب آقا صاحب برای همه باز است، بلخصوص که اطمر صاحب با آقا صاحب آشنایی داشته و از جمله دوستان پدرم محسوب می شود. بدین دلیل می خواهم که آمدن و نشستنشان را با جناب آقا صاحب یک موضوع نورمال در خانه ما بشمارم. اما اجازه دهید که چند نکته را در این مورد روشن سازم. اول اینکه من به صفت یک فرد که در تکت دکتر صاحب عبدالله عبدالله هستم، بر علاوه اینکه از یک بخش تکت دکتر صاحب عبدالله در بین مردم نمایندگی کرده خود را مسئول میپندارم، در خانه نیز این مسئولیت را با خود دارم. همین گونه زمانی که از خانه به سپیدار میروم، در پهلوی مسئولیت فردی در تکت من به نمایندگی جناب آقا صاحب در جلسات رهبری اشتراک ورزیده، مسئولیت پیام و نمایندگیشان را در جلسات رهبران نیز به دوش دارم. بناهن بجا می دانم تا این موضوع را روشن سازم که آقا صاحب همان طوری که با آقای اطمر در آغاز انتخابات ریاست جمهوری با جدیت استاده، از ایشان تا ختم عمر تکتشان با قاطعیت پشتیبانی نموده، رسالتشان را جهت حمایت ایشان تا آخرین نفس تکت آقای اطمر با کمال مسئولیت پذیری برآورده کردند. همانطور بعد از ختم تکت جناب اطمر صاحب، جناب آقا صاحب از جلالت ماب دکتر صاحب عبدالله عبدالله حمایتشان را اعلان نموده، تا این دم در جمع رهبران در تکت دکتر صاحب عبدالله با قاطعیت حضور دارند. همه می دانیم که جلالت ماب دکتر صاحب عبدالله رهبر تیم ثبات و همگرایی بوده که به تاریخ 19 مهوت سال 1398 با دست گذاشتن بر قرآن کریم به خاطر مبارزه تیم و طرفدارانشان برای صیانت و پاسداری از آرای مردم، تحلیفشان را در مقابل ملت افغانستان انجام دادند. بناهن صیانت از عزت سیاسی آقا صاحب رئیس ما و آرای مردم را فعلا من وظیفه‌ام دانسته، از قاطعیت استادگی جناب آقا صاحب از جناب دکتر صاحب عبدالله عبدالله به مردم ما اطمینان می دهم. در ضمن قابل یادآوری می دانم که من جناب اطمر صاحب را به صفت یک سیاستگر زیرک، دوراندیش و استراتژیک، بر علاوه این که به صفت دوست جناب آقا صاحب که با ایشان پدر آشنایی داریم دانستم، با جنابشان احترام قائل هستم. اما می خواهم که ذریعه این نوشته روشن سازم که بدون تردید و شک من بنابر موقف روشن تیمی ما جناب اطمر صاحب را به صفت کاندید وزیر خارجه نمی بینم. لذا امیدوارم که جناب اطمر صاحب به صفت یک سیاستگر دوراندیش و ژرف نگر از شتاب زدگی سیاسی که باعث آوردن بحران های جدید در کشور آسیب دیده ما گردد، جدا
اجتناب ورزیده و تمرکز اساسیشان را به صفت یک کاراکتر سرشناس سیاسی جهت احترام به آرای پاک مردم، حفظ دموکراسی و ثبات به خرج داده، به صفت یک میانجی و شخص بی‌طرف برای جلوگیری از بحران بیشتر در این کشور مسئولیتشان را در قبال تاریخ افغانستان به خوبی ادا نمایند. به خاطر انجام رسالت تاریخی اتمر صاحب در رابطه با بحران ایجاد شده در کشور به صفت یک شخص مسئول سیاسی در این برهه از تاریخ برایشان موفقیت های فراوان خواهانم. و در عین حال بشیر احمد قاسانی در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین می نویسد: فرخنده زهرا نادری گفته است که پدرش از دکتر عبدالله عبدالله تا آخر پشتیبانی خواهد کرد. وای در برگه فیسبوکش نگاشته است که دیدار حنیف اتمر با پدرش بر اساس مسائل دوستانه صورت گرفته است. با تشکر که تا این دم با ما همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.